به نام خداوند بخشنده مهربان شما رو خوش آمدید میگیم به درس 142 مضمون ریاضی سنف ده در این درس ما و شما یک موضوع جدید را یا بگیم انوان جدید را آغاز میکنیم ولی همچنان موضوع ما و شما روی خط مستقیم و به اصطلاح بحثایی که در خط مستقیم ما و شما در هندسه تحلیلی داریم به اصطلاح جریان پیدا میکنه یا بگیم بحثای مورزونا دوام دارم داری در درس خود ما و شما معادله یک خط مستقیم را میخوانیم که معادله یک خط مستقیم چگونه است و چطور میشه شم ما و شما معادله یک خط مستقیم را داشته باشیم البته درس قبلی ما هم با اصطلاح فاصله بین دو نقطه یا به اصطلاح فاصله بین دو نقطه رو یک خط مستقیم میتونست باشه بعد باز ما و شما مایل یک خط مستقیم را خواندیم چطور میشه مایل خط مستقیم را دریافت کنیم حال ما و شما به صورت مجموعی میخوانیم که معادله یک خط مستقیم چگونه باید تنظیم شود یا در چی شکل های معادله یک خط مستقیم میشه وجود داشته باشه که اگر ما و شما یک زمان یک خط مستقیم را داشته باشیم بعد بخوایم از یک معادله نوشته کنیم و چی شکل هایی میشه معادله را نوشته کنیم و یا یک زمان معادله یک خط مستقیم را ما شما داشته باشیم در چه شکل های ممکن هست که معادله یک خط مستقیم وجود داشته باشه تا از روی از ما شما بتانیم خود خط مستقیم را رسم بکنیم و یا بگیم نقاطش را دریافت بکنیم پس بحث دلچسب و جالب هست که ما شما در این درس رویش میخوانیم و امیدوار هستم که ان شما هم تمام توجهتان را داشته باشین تا اینکه درس را صورت خوبش یاد بگیریم و با وجه احسن انشالله پیش ببریم معادله یک خط مستقیم که گفته آیا می توانید معادله خط مستقیم CD را که موازی با محور X است در یابید. ببینید در اینجا ما و شما کوردینات قایم را یا کوردینات دیکارتی را داریم که محور Y و محور X است و یک خط مستقیم دیگر هم موازی با محور X داریم که عبارت از خط مستقیم CD است که به رنگ سرخ نشان داده شده اگر ما و شما خواسته باشیم برای خط مستقیم یک معادله نوشته کنیم چطور میشه یک معادله به اصطلاح برش نوشته کنیم که در درس های خود ما شما میخوانیم و اتفاقا اولین موضوع آمده ترسیم یا بگوییم که نوشتن معادله برای امی رقم خط مستقیم است که موازی با محور X باشد ببینید در عنوان درس ما شما گفتم معادله خط مستقیمی که موازی با محور X باشد یعنی اگر یک خط مستقیم موازی با محور X باشد چطور میشه شما معادله رسم بکن... چطور میشه رو نوشته بکنیم یا بگیم چطور میشه معادلش تشکیل بکنیم تمام نقاطی که بالای خط مستقیم ال واقع باشند از محور x فاصله های مساوی دارند مشخص است وقتی خط موازی هست به پس تمام نقاطی که وجود داره روی خط مستقیم طبعا دارای فاصله مساوی یا بگیم دارای فاصله های یکسان از محور x خواهد بود یا به عبارت دیگر مختصه وای تمام نقاطی که بالای خط مستقیم موازی با محور ایکس با واقع باشند با هم چی هستند مساوی است یعنی در اینجا ما شما مستقیم ال را که داریم موازی با محور ایکس هست اول که تمام نقاط این مستقیم ال ما شما نسبت به محور ایکس دارای فاصله مساوی است یک بس بحث دوم ما شما تمام این نقاط دارای قیمت مساوی نظر به محور وای هست به چی معنا؟ به این معنا که مثلا اگر همین نقطه یک یا دو باشد پس از اول تا آخر را فاصلش نسبت به محور وای تغییر نمی کنه اما روی نقطه یک یا به اصطلاح روی نقطه دو خواهد بود اگر فاصله بین خط l و محور X را B بنامیم معادله خط مستقیم با شما Y مساوی به B هست یعنی در اینجا ما معادله خود را به اساسی یک قیمت ثابت داریم x اصلا در اینجا وجود نداره پس اگر گفتیم y مساوی با مثلا 3 یا مساوی با دو و این نشان دهنده یک خط مستقیم باشد به با این معنا هست که امی خط مستقیم ما شما نسبت به محور x به اندازه اونو بی یا 3 یا 2 هر عدد داره که ما شما در نظر گرفتیم با اون اندازه فاصله داره پس بنا ان موازی با محور x باز رسم میشه یا بگیم موازی با محور x قرار داره گفته اگر بی بزرگ از صفر باشد خط مستقیم ایلی که ما و شما داریم از محور X به طرف بالا قرار داره و اگر بی کوچک از صفر باشد باز در صورت خط مستقیم ایلی که داریم از محور X به طرف پایین تر قرار داره یا بگیم به سمت منفی محور Y قرار داره اگر بی مساوی با صفر باشد در اون صورت طبعا می که خط مستقیم مورد نظر منطبق بالای محور X است که به این ترتیب ما شما از قبل می دانیم. پس در این شکلی که ما شما داریم قیمت بی بزرگتر از صفر هست و نشان دهنده از است که ما شما به اصطلاح خود خط L را به سمت جهت مثبت محور وای یا بگیم به سمت بالای محور ایکس موقعیت را داریم و به اندازه بی از محور ایکس فاصله داره یا بگیم به اندازه بی روی محور وای با اصطلاح قیمتش باید مشخص شد آلی ما شما یک مثال داریم در مثال گفته مادله خط مستقیمی را که از نقاط دو سه میگذرد و با محور ایکس موازی باشد دریابید وقتی یک خط مستقیم از یک نقطه میگذره که طبعا به اصطلاح میشه نقطه داشته باشیم بعد در اینجا بحث دیگه که بسیار با اصطلاح بر شما مهم است و باید نظر به با او ذهنیت بگیریم یا نظر به او بگم مفهوم بگیریم ای است که گفته با محور x موازی هست وقتی با محور x موازی هست پس روی محور و یک نقطه نشانی میشه و موازی با محور x رسم میشه که اون نقطه را میشه ما و شما نظر به کوردیناتی که برای ما داده مختص وایش را در نظر بگیریم مختص x در اینجا دو هست مختص y سه هست بنان پس از نقطه به اصطلاح سه روی محور وای ما و شما تور یک خط مستقیم را رسم میکنیم که نقطه دوی محور x را هم در بر بگیره چطور است این نقطه این نقطه به ای ترتیب ببینیم و شما روی محور اکس فاصله رو داریم یک دو سه چار روی محور وای هم به همین ترتیب فاصله یک دو سه چار به سمت یا بگیم به جهت مثبت داریم بعد در اینجا بحثی که وجود داره ای هست که ما نقطه دوره در نظر میگیریم بعد وقتی نقطه دور در نظر گرفتیم روی محور X این انتقال میتیم یا بگیم موازی با محور Y میاریم تا اینکه نقطه سه که از محور وای موازی با محور اکس آمده او را هم در یک نقطه مشخص قطع بکنه بعد چی گپ وجود داره؟ بعد ما و شما از این نقطه سه چون موازی با محور X گفته خط مستقیم قرار داره خط مستقیم را موازی رسم میکنیم پس در قد از نقطه یک سی دو و سی باشدم خط مستقیم چی کرده؟ عبور کرده و به اصطلاح ما و شما پس موقعتش را داریم اگر نقطه دو 3 را من حیثی میار قرار نتیم در حقیقت در اینجا ما و شما خود معادله خط مستقیم را مستقیما وای بسایی بس سه داریم که به این ترتیب پس از نقطه 3 روی محور وای به اصطلاح موازی با محور x رسم شده یک فعالیت داریم گفتم معادله محور x را بنویسید که معادله که از محور x یا به این خط مستقیمی که روی محور x قرار داشته باشد پس در او صورت وایش مساوی به صفر هست یعنی ما و شما اگر وای را مساوی به صفر داشته باشیم در حقیقت خط مستقیم ما و شما منطبق بالای محور x است پس خود محور x هم قیمت است که وای مساوی به چی باشد صفر باشد خب ما حالات موازات با محور ایکس را مطالعه کردیم حال حالتی که موازی با محور وای هست را مطالعه کنیم و می بینیم چطور هست مادره خط مستقیمی که موازی با محور وای باشد چه خصوصیات را میتونه که داشته باشد بسیار اول که در اینجا برای ما شما گفته تمام نقاطی که روی خط ایلی که ما شما موازی با محور وای او را داریم قرار میگیرد دارای فاصله های مساوی نظر به محور وای میباشد پس در این صورت در ابتدای ختم میشه و اصطلاح در انتهای ختم در اینجا به اندازه امو ای که در بر ما شما فاصله داده فاصله ها چون موازی با محور وای هست به نان تغییر نمیکنه یا بگیم تمام نقاط که روی خط مستقیم ال قرار دارد دارای فاصله مساوی نسبت به محور وای می باشد که اگر در این صورت ما شما فاصله ال از محور وای را ای بنامیم در این صورت پس ای مختصی اولین نقاط می باشد پس معادله خط مستقیم ای عبارت از x مساوی به ای می باشد که به این ترتیب پس ما و شما وقت موازی با محور وای داریم در خط فاصله یا موقعیت خط مستقیم بر روی محور x تثبیت میشه یا بگیم تنظیم میشه در اینجا ببینین اگر ای بزرگتر از صفر بود روی محور x فاصله اگر بزرگتر از صفر بود بناهن پس خط مستقیم به سمت راست محور y قرار دارد اگر کوچکتر از صفر بود به سمت چپ محور وای خط مستقیم مورد نظر قرار داره و اگر مساوی به صفر باشد پس در این صورت خط مستقیم مورد نظر منطبق بالای محور وای خواهد بود در این جگ مثال برای ما شما آوردم مثل مثالی که قبلا با شما داشتیم گفته از نقطه دو و سه بگذرد یعنی x دو و وای مساوی به چند باشد وای مساوی به سه باشد پس به این ترتیب میایم به دو واحد برای محور و... برای محور x جدا میکنیم به اندازه سه واحد روی محور و بعد نقاط با هم میایم تقاطع میتیم که با اصطلاح ای نقطه ای که مختصش دو و سه هست یکی از جمله نقاطی است که باید خط مستقیم از او بگذرد طبعا فاصلش نسبت به محور x هم به اندازه دو واحد است یا بگیم معادلش x مساوی بد دو هست بنان x مساوی با دو را که دوام بتیم از نقطه دو و سه بگذرد پس هر دو هدف یا بگیم هر دو مسئله که در مثال بر ما شما اهمیت داده بود و گفته بود باید باشد هر دوش هم شما داریم اما معادله خط مستقیم x مساوی به دو هست و هم از نقطه دو و سه عبور میکنه که به این ترتیب ما شما تانستیم دریافت بکنیم آلی یک فعالیت ما شما داریم در این فعالیت گفتم م... معادله محور وای را بنویسید در معادله محور وای طبعا قیمت x مساوی با صفر خواهد بود یعنی x مساوی با صفر خط مستقیم است که منطبق بالای محور وای رسم میشه یا بگیم خود محور وای عبارت از خط مستقیم است که در x مساوی با صفر رسم میشه و یا در قیمت x مساوی با صفر به صورت عمود با اصطلاح قرار میگیره. خب در اینجا ما و شما عنوان سوم خود را داریم از این موضوع میبینیم که عنوان بسیار جالب و عنوان خوبی است که باید ما شما از این استفاده کنیم و بعدا یکی از جمله روش برای ارائه خط مستقیم هست که ما شما در اینجا داریم گفتم معادله خط مستقیمی که میل و نقطه تقاطع آن به محور وای معلوم باشد ایرا برنامه معادله معیاری خط مستقیم هم یاد میکنند یعنی یک معادله خط مستقیم اگر ما شما داشته باشیم که در اونجا چی مشخص باشه یکی میل مشخص باشه و یکی تقاطع خط مستقیم با محور وای مشخص باشد اگر پی یک نقطه خط مستقیم ال باشد c صفر و بی یعنی قیمت ایکس صفر قیمت وایش بی باشد نقطه تقاطع این خط مستقیم با محور وای قرار داشته باشد در این صورت میل خط مستقیم ال عبارت است از پس در این صورت ما شما میتونیم که به به صورت ساده رسم بکنیم یا بگیم میشه که معادله تشکیل بکنیم بسیار به سهولت ممکن است. پس بیاین که را تشکیل بکنیم و یک خط مستقیمی که فاصلش نسبت به نقطه سفری یا بگیم فاصلش روی محور وای مشخص است زم از یک فاصلش محور وای مشخص و مشخص هست بر از اون شما چه قیمت ازش داریم میل خط مستقیم را داریم پس به این ترتیب من ابتدا محور وای را رسم میکنم به ترتیب بعد از او باز محور اکس را رسم میکنم که در حالت موازات یا موازی به این ترتیب قرار داشته باشد خب پس در این صورت ما و شما این مهورات را داریم حال یک خط مستقیم در اینجا میخوایم ترسیم بکنم که بعد ما و شما این خصوصیات را روش مطالعه کنیم خط مستقیم مورد نظر را در حالت کیفی در نظر میگیرم به این ترتیبی که از اینجا چی کرده باشه عبور کرده باشه و به ای ترتیب یک فاصله ای روی مهور وای هم داشته باشد تا ای که ما و شما خط مستقیم حالت معیاری را بتانیم دریافت بکنیم یا بتانیم بگویم بعد است بیاریم یک نقطه را در اینجا نشانی میکنیم که همین نقطه به اصطلاح باشد بعد از اینجا موازی با محور وای روی محور x نقطه مورد نظر را نشانی میکنیم که این نقطه مختصه چی است x و y هست یعنی به اصطلاح مختصه که ما و شما داریم یکی از محور X تشکیل شده یکی از محور Y به می ترتیب آل ما و شما قیمت L را یا بگیم امی خط مستقیم را با L نشان میتیم X و Y که و اصطلاح خود مختصات هست یا بگیم خود محورات مورد نظر ما و شما هست بعد نقطه C را داریم که X صفر است Y بی هست یعنی در اینجا X نقطهش با اصطلاح صفر میشه و نقطه Y مساوی با B هست با چی معنا؟ با این معنا که روی محور وای قرار داره پس قیمت اکس صفر هست و فاصله نسبت به یا بگیم قیمتش روی محور وای به اندازه بی هست پس این فاصله روی محور وای به اندازه چی هست؟ به اندازه بی هست زاویه که تشکیل کرده ای از زاویه تیتا هست که به این ترتیب ما شما داریم مرکز هم که به او نشان میتیم پس به این ترتیب اگر ما شما بخوایم میلی خط مستقیم را دریافت کنیم نسبت y2 منفی y1 اک بر x2 منفی x1 اک میل خط مستقیم را بر ما شما ارائه مکرد. پس اگر این px,y را با اصطلاح پی 2 در نظر بگیریم و نقطه c را ما و شما منهای p1 در نظر بگیریم پس y2 منفی y1 یعنی y منفی b در این قیمتی که ما و شما داره بر x2 منفی x1 اک یعنی x منفی 0 پس x منفی چی میشه منفی 0 قیمت های محور Y که Y منفی B است و روی محور X که X منفی چی است؟ X منفی سفر است پس به این ترتیب مخرج یک در نظر می گیرم یک ضرب Y منفی بی خودش و اینجا M ضرب در X بعد M ضرب سفر که نیاز نیست چون سفر میشه. پس وای منفی بی مساوی به MX را ما و شما دریافت کردیم Y مساوی هست به MX B را سمت راست انتقال بیتیم میشه مثبت بی پس به ما شما یک معادله خط مستقیم دریافت کردیم که در اونجا چند تا خصوصیت وجود داره خصوصیتی که یک وجود داشته باشه که برای شما معادله را تشکیل میکنه بعد خصوصیت های بعدی چی است خصوصیت های بعدی است که اینی قیمت ام برای ما شما نشان دهنده چی است نشان دهنده میل است که از قبل میفهمیم و مایل خود قیمتش از کجا بدست میاد و Y2 منفی و 1 بر ایکس 2 منفی ایکس 1 نشان دهنده با اصطلاح تانجانت نسبت مثلثاتی هم هست این قیمت بی چی است قیمت بی فاصله روی محور وای هست فاصله روی چی است روی محور وای پس اگر ما و شما قیمت روی محور وای را 4 داشته باشیم قیمت B 4 خواهد بود اگر سه داشتیم سه خواهد بود و اگر قیمت منفی داشتیم منفی یک منفی دو پس در او صورت قیمت روی محور یه قیمت بی هم منفی یک و منفی دو خواهد بود پس معادله خط مستقیمی که در او هم ما شما میل را داریم و هم فاصله روی محور وای را داریم با استفاده از این معادله میشه ما و شما با اصطلاح قیمت های یا بگوییم که شکل با اصطلاح معادله را تشکیل بکنیم که okay. پس به این ترتیب تشکیل معادله نیاز به داشتن میل و فاصله روی محور وای خواهد بود اما بحثی که وجود داره ای هست که ما و شما حالت های دیگه هم بر خط مستقیم داریم پس وقتی حالت های دیگه هم داریم یکی از جمله حالت ها که حالت ارائه معیاری خط مستقیم هست وای مساوی به ام جمع بی هست که پس به این ترتیب ای من حیث نتیجه درس امروز ما و من حیث مسئله که بر ما و شما بسیار زیاد بدرد میخوره در نظر داشته باشین یاد بگیرین شا مثال های مربوط به این درس را هم یا بگه مربوط به این موضوع را هم در درس بعدی کار میکنیم تا یک درس بعدی از مضمون ریاضی صنف دهم هم همهش همه شما را به خداوند بزرگ بنیاز مسپارم موفق باشین